در دومین روز از مانور موسوم به مدافعان آسمان ولایت دو که امروز برگزار شد، عملیات پدافندی شمه شیمیایی میکروبی هسته‌ای علیه دشمن فرضی انجام شد که طی آن نیروهای پدافندی ارتش و سپاه از مواضع خود در برابر حملات شیمیایی دفاع کردند. مانور پدافندی مذکور از روز گذشته به مدت 5 روز در قسمت عمده‌ای از آسمان ایران و جهت مقابله با هر گونه حمله هوایی احتمالی در حال برگزاری است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست امروز گزارش داد ایران در حالی دست به اجرای یک مانور نظامی بزرگ با هدف هشدار به اسرائیل زده است که از پاسخگویی به پیشنهاد تبادل سوخت اتمی مطرح شده از سوی قدرت‌های بزرگ با میانجیگری سازمان ملل سر باز می‌زند. واشنگتن پست گزارش داد مشتبه ذوالنور نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران روز شنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است اگر دشمن شانس خود را به شلیک یک موشک به ایران امتحان کند پیش از آن که غبار آن فرو نشیند موشک‌های بالستیک ایران تل آویو را هدف قرار خواهند داد. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر دیروز در دیدار جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی نسبت به نادیده گرفتن نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی هشدار داد و اعلام کرد اگر مردم را از نظام اسلامی بگیریم به آن خدشه وارد می شود. وی نقد اجتماعی و سیاسی را مبنای حیات نظام اسلامی خواند و از مسئولین خواست با سعه صدر بیشتر عرصه را برای بیان ضعف‌ها و نارسایی‌ها هموار کنند و به نقدهای منصفانه نیز توجه داشته باشند. وی بهترین و صالح‌ترین افراد برای ورود به عرصه نقد را دانشجویان و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت حضرت امام در تمام مراحل انقلاب آگاهی و انتخاب مردم را مهمترین اصل و ملاک حرکت نهضت اسلامی می دانستند و انقلاب و سپس نظام جمهوری اسلامی را بر شانه اعتماد و اتکا به مردم به پیش بردند. مهدی کروبی امروز در گفتگو با سایت تغییر ارگان رسمی حزب اعتماد ملی به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در خصوص ابهام در آزار جنسی بازداشت‌شدگان و همچنین حبیب الله عسکرولادی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مبنی بر رهبری جنبش سبز از خارج از کشور پاسخ داد. کروبی در پاسخ به محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه وی به همه مستندات کروبی توجه نکرده است و از بسیاری مستندات ارائه شده به صورت سطحی عبور کرده است گفت به نظر من آقای محسنی لازم نیست اینقدر به کلیات بپردازند. ایشان بیایند به طور مشخص در خصوص یکی از خانوم‌ها که مستنداتش را ارائه دادم اظهار نظر کنند که الان چه وضعیتی دارند، دروغ گفته، راست گفته و در حال حاضر کجاست، چرا که دفتر ما را هم پلم کردند و از وی هیچ خبری نداریم. کروبی همچنین با اشاره به مصاحبه‌های اخیر عسکرولادی که در آن اعلام کرده بود موسوی خیال می‌کند جریان سبز را او رهبری می‌کند و کروبی نیز در آرزوی خودش به سر می‌برد، در حالی که کسانی از خارج و عواملشان در داخل این جریان را با دلارهای آمریکایی اداره می‌کنند گفت به آقای عسکرولادی با این سن و سال توصیه می‌کنم که دیگر به بیان این گونه مطالب نپردازد، چرا که هم اکنون در مجمع تشخیص کمیته امداد و هیئت منصفه مطبوعات مشغول هستند و با این گونه اظهارات مسیر جدیدتری برای ایشان باز نخواهد شد. وی افزود علی‌رغم تمامی احترامی که برای ایشان قائلم متاسفم که می‌بینم ایشان مدافع امام شده و ما همه مخالف انقلاب و امام، غافل از آن که مهدی کروبی بیدی نیست که با این بادها بلرزد.